بریم با اولین مهمان برنامه‌مون صحبت کنیم، با جناب آقای حسن رضایی پور، یک کارگزار با سابقه بازار سرمایه و کارشناس بورس، و در مورد این روزهای بازار سرمایه و سهام عدالت با ایشون به گفتگو بنشینیم. سلام، صبح بخیر جناب آقای رضایی پور، خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید. خب سهام عدالت این روزها سرخط خبرها هستش، خیلی بد داره اطلاع رسانی میشه، یه اتفاقی که میتونه خیلی بد نباشه برای اقتصاد ما و اتفاقا فرصت هم باشه از این بابت که کلی از مردم دارن به این بازار آشنا میشن. شما فکر میکنید که این سهام عدالت بالاخره با این اقتصاد و این بازار سرمایه چه عاقبتی یا نصیب سرمایه گذاران بکنه؟ سلام، عرض ادب دارم خدمت شما و همکارانتون، تشکر میکنم از اطلاع رسانی زیباتون توی برنامه‌تون. عرضم به خدمتون، سهام عدالت از زمانی که به افراد تخصیص داده شد تا زمانی که مقام معظم رهبری دستور آزادسازیشو دادن، متاسفانه اطلاع رسانی توسط متولیان به سهامداران انجام نگرفته. تو این دهه‌ای که واگذار شده از نظر بنده اینطور هستش که کمکاری که دوستان در حالا تعاونی های سهام عدالت داشتن، به یک بار فشارش به بازار سرمایه منتقل شد. فاصله آزادسازی تا شروع معاملات هم دیگر نکته ای بود که متاسفانه این حجمه ای رو به بازار وارد کرد که احتمالاً سهامداران به خاطر عدم توانایی مالی یا عدم تمکن مالی بخوان این سهم رو واگذار بکنن توی بورس. اینها ایرادات کلی سهام عدالت، اما برای بازار سرمایه به نظر من اتفاق خیلی خوبی افتاد. ما اگر خاطرتون باشه سالهای گذشته توی تمام مصاحبه ها اساتید محترم بحث میکردن که این سهم بازار باید بزرگ باشه. سهام عدالت، مجموعه سهام عدالت میتونه این سهم بازار رو بزرگ بکنه، ارزش بازار رو بزرگ بکنه و این نقدینگی که به خصوص از ابتدای سال 98 وارد بازار شد به خودش جذب بکنه. حالا دوستان مصاحبه هایی میکنن راجع به حباب سهام، جلوگیری بکنه از تشکیل حباب. به نظر بنده اتفاق خوبی برای بازار سرمایه افتاده و اصطلاحا میگن بازار سرمایه محکوم به جذب سهام عدالت هست و این اتفاق خوبیه، به شرطی که ما زیرساختاش رو به سرعت بتونیم فراهم بکنیم. خیلی از سهامداران سهام عدالت متاسفانه اطلاعی از داراییشون ندارن، اطلاع رسانی بهشون نشده، صرفا با هر کدومشون اصلا نمیدونن که تو سبدشون حتی چه سهمایی هست. درسته. خب الان ما شاخص رو داشتیم تا 1,050,000 رفتش. برخی از دوستان میگفتن که این کاهش شاخص، اولا گفتم بالا رفتن شاخص نتیجه این بوده که به هر حال دولت میخواسته این اتفاق بیفته و بازار داغ بشه، یه طرفی هم میگن حالا که ریخته به خاطر سهام عدالت ریخته. شما فکر میکنید که چرا بازار سرمایه در سال 99 مورد توجه یک باره سرمایه گذاران قرار گرفت؟ ببینین، چند تا عامل از نظر بنده، حالا سایر دوستان هم میتونن نظرشون رو داشته باشن، از نظر بنده چندین عامل باعث رشد شارپی در بازار سرمایه شد. اولین عامل خب جاموندن بازار سرمایه نسبت به بازارهای دیگه بود. شما بازارهای املاک و حالا سایر دارایی های در واقع سرمایه گذاری رو نگاه بکنین، بازار سرمایه نسبت به اونها عقب تر بود. توی این فاصله ورود کرونا و اصطلاحا میگن نبود بازارهایی برای سرمایه گذاری باعث شد که یه حجم عظیمی از نقدینگی به این بازار منتقل بشه. توی این فاصله خب دولت هم از مزایای این بازار میشه گفت به نوعی مطلع شد و با ورود در واقع اون سهام یا صندوق‌های ETFی که وارد بازار کرد، به نوعی هم دنبال تأمین مالی بود، هم این که می‌خواست بازار رو در واقع از این فرصتش استفاده بکنه. این حجم ورود به یک باره شاهد افزایش شدید قیمت شاخص شد که در بهترین زمان ممکن اصلاح اتفاق افتاد. یعنی
ما جمعی جواهات اگه در نظر بگیریم، ورود سهام عدالت، فروش دارایی‌های دولت و غیره و غیره، میتونم بگم در بهترین زمان این اصلاح انجام گرفت و این اصلاح باعث شد که این سرمایه گذارانی که با اون هیجان وارد بازار میشدن یک مقداری به ریسک‌های بازار آشنا بشن. کاملا طبیعی رفتار کرد از نظر من شاخص، و میتونیم بگیم که توی بهترین زمان بهترین اتفاقا برای بازار افتاد. جناب رضایی پور، ما سال بهمن سال 92 داشتیم که دفعه سود سپرده از 18% رسید به 23% 6 ماهه. الان آقای همتی، آقای دکتر همتی یه صحبتی دارم، میگم ما یه کوریدوری رو مشخص کردیم و میخواییم توی دالانی که از نرخ عملیات بازار باز، نرخ بهره از عملیات باز، بازار باز هستیم، بیاییم تورم رو کنترل بکنیم. خب این آمار تورم اردیبهشت ما تو 1.5% بوده. آیا فکر میکنید این اتفاق خواهد افتاد و صرفاً با مدیریت نرخ بهره میتونیم تورم رو در اقتصاد مدیریت کنیم؟ و آیا فکر میکنید این نرخ بهره‌ای که تو اقتصاد قراره واقعاً کشف بشه و گفته شده که دستوری هم قرار نیست باشه، فکر میکنید چه نرخ بهره‌ای در اقتصاد باشه؟ به هر حال بازار نرخ بهره و سود سپرده بانکی یکی از بازارهای مهم و رقیب بازار سرمایه محسوب میشه. ببینین، دستوری بودن نرخ تو همه جای دنیا و حالا توی آزمون و خطاهایی که صورت گرفته این چند وقته نشون داده که نرخ دستوری هیچ جا هیچ کارایی نداره. ما خب توی صنایعمون اگر با صنایع ارتباط داشته باشن متوجه میشیم که توی صنایع مشکلاتی وجود داره که این مشکلات به فرمایش شما باعث تورم 2.5% ماهیانه شده. ما امروز صنایعمون به شدت مشکل دارن، مشکل حالا این کرونا یکی از عواملش، مشکل تحریم ها هست، عدم رقابت پذیری صنایعمون نسبت به رقبا هست. اینا همه باعث میشه که ما اینجوری برداشت بکنیم که تنها با کنترل نرخ تورم نمیشه این تورم رو کنترل کرد، چون نرخ بهره، ببخشید عرض میکنم، نرخ با کنترل نرخ بهره بانکی نمیتونیم تورم رو کنترل بکنیم. تورم چندین عامل داره که یکی از اونها نرخ بهره میتونه باشه. ما امروز مشکل چند نرخی بودن ارز داریم. اسمن بعضی از شرکت ها به خصوص صنایع غذایی و دارویی از ارز 4200 تومانی استفاده میکردن که حالا دیروز چند روز گذشته بخشنامه اومد، ولی نرخ تامین ارزشون به اضافه هزینه های نقل و انتقال بالای 7 تومان براشون تمام میشد. مشکل تخصیص ارز داریم. اطلاع دارم شرکت هایی که تولید کننده هستن و به مواد اولیه وارداتی نیاز دارن چندین ماهه که تو نوبت تخصیص ارز هستن. همه اینها بسته ای از تورم میشه که نرخ بهره یکی از این فاکتورهای تعیین کننده است. به نظر من با هماهنگی که میتونن توی قسمت هماهنگی و تخصیص ارز کل بازار پولی، نه فقط نرخ بهره، اگر بتونن برنامه‌ای برای اون داشته باشن که تولید کننده بنگاه‌های اقتصادی بتونن از مزایای اون برای تولیدشون استفاده بکنن، به نظر من بهتر میتونیم بگیم که نرخ تورم قابل کنترل خواهد بود. ولی تنها با تعیین نرخ بهره من بعید میدونم این اتفاق بیفته. خب نرخ گذاری در واقع ماهای قبل از فروردین تا همین شاید بگیم دیروز، ما نرخ گذاری دستوری محصولات تو بورس کالا رو داشتیم. قبلتر هم صحبت این بود که آقا بورس باید بورس بمونه، نه یک در واقع واحد داخلی وزارت سمت که اونجا قیمت گذاری انجام بشه. خب مسئولان بورس کالا هم به نظر رسه که تو این زمینه دارن مکاتبات میکنن، ولی خب به هر حال از بالاتر انگاری داره با اونا صحبت میشه در این زمینه. دیروز در معاملات محصولات فولادی یک مقدار انگاری دخالت کمتر بوده و به واسطه افزایش عرضه‌ها از سمت تولید کننده حتی قیمت‌ها متعادل تر هم شده. آیا شما فکر میکنید با این دخالت‌ها در قیمت گذاری که باعث میشه که سهامداران این شرکت‌ها هم در آینده متضرر بشن، واقعا راه به جایی میتونیم ببریم یا اینکه باید مکانیزم دیگه‌ای رو در پیش بگیریم؟ ببینین، تا زمانی که
از دید بنده دولت مثل همین بازار اوراق بهادار دید مثبتی به بورس نداشته باشه، وضعیت همین هست. ما متاسفانه یه دیدگاهی نزد دولت مردانمون داریم که اون جاهایی که نرخ رسمی اعلام میشه اگر ما بتونیم کنترل بکنیم بازار هم کنترل میشه. شما به خاطر دارین سالهای 91-92 اواخر سال 96 این اتفاقات افتاده، نرخ‌ها دستوری تعیین شده. اون اتفاقی که افتاده تولید کننده یا اون بنگاه‌هایی که فعالیت اقتصادی دارن از روش‌های دیگه برای مدیریت این استفاده کردن. من حالا نمی‌خوام تو این تریبون بگم ولی رو آوردن به خام فروشی، این فاصله قیمت مواد اولیه‌ای که توی بورس تا بازار آزاد هست باعث میشه که تولید کننده مواد اولیه‌ای که دریافت میکنه مستقیما در بازار آزاد بفروشه. یعنی صرفه اقتصادی این کار برای تولید کننده اونقدر هست که مواد رو به صورت خام فروشی توی بازار عرضه بکنه به جای اینکه تولید بکنه. خب این فاصله در واقع هزینه‌ای هست که سهامداران این شرکت‌ها دارن پرداخت میکنن. سوال اینجاست این هزینه تنظیم بازار چرا باید از جیب سهامدار پرداخت بشه و این فرصت رو ایجاد بکنه برای برخی که بتونن از بورس کالا مواد اولیه تامین بکنن و به صورت خام در بازار آزاد وارد بکنن. یعنی در واقع از جیب سهامدار یه هزینه ای داره برداشت میشه، نمیگم همش ولی قطعا یه مقداریش به صورت خام فروشی در بازار اتفاق میفته و به جیب واسطه ها و دلال ها میره. این اجحافی است که در حق سهامداران میشه و تجربه نشون داده با کنترل نرخ بورس کالا به هیچ وجه بازار آزاد نرخش قابل کنترل نیست. شما در مواد پتروشیمی اینو تجربه کردین، در مواد فلزی چندین و چند بار اینو تجربه کردیم، در بحث محصولات کشاورزی به ویژه گندم که باعث خروج کالا شد از بورس کالا، یعنی بازرگانی دولتی تصمیم گرفت که گندمش تو بازار عرضه نکنه. همه و همه اینها با دخالت دولت بود و مدیریت عرضه، در حالی که ما روش‌های مختلفی برای کنترل بازار داریم. ما ابزارهای مختلفی داریم در بورس کالا که یا دولت مردم با اینها آشنا نیستن یا به هر دلیل نمیخوان از اینها استفاده بکنن. وقتی که ما میدونیم، یعنی کارشناسی میکنیم قیمت یک کالایی بالا هست، میتونیم از ابزار سلف فروشی، از توان تولید کامل عرضه کننده ها استفاده بکنیم و با پر کردن ظرفیت تولید و افزایش عرضه قیمت ها رو کنترل بکنیم. ولی اگر قیمت دستوری بشه فاصله با بازار ایجاد میشه و دقیقا مصداق توزیع رانت برای یه عده خاص از جیب سهامداران شرکت ها خواهد. دقیقا. آقای رضایی پور سوالی یا توضیحی دارید که من سوالش رو از شما نپرسیده باشم؟ من در خدمتتون هستم، خیلی لطف کردیم. من فقط یه توصیه ای داشتم به سهامدارانی که احتمالاً وارد بورس شدن، از زیانشون نگرانن، یا سهامدارانی که جدیداً میخوان وارد بشن. ببینین شایعات حالا یا واقعیات بازار، افزایش سرمایه، تسعیر ارز، هر اتفاقی که حاصل از سود غیر عملیاتی بوده در بازار به نظر من تأثیرش رو قیمت سهام گذاشته. اگر از این به بعد دوستان میخوان فعالیت بکنن توصیه میکنم که حتماً به سوداوری شرکت‌ها دقت بکنن، به سوداوری صنایع دقت بکنن تا خدای نکرده اسیر حالا کانال‌هایی که اصطلاحاً سیگنال فروشی می‌کنن یا در واقع سوء استفاده می‌کنن از عدم اطلاع سرمایه‌گذاران درگیر اونها نشن. خیلی ممنون آقای رضایی پور که دعوت ما رو پذیرفتید. ان شاء الله که امروز روز خوبی داشته باشید. ممنون از برنامه خوبتون. سلامت باشید و خدا نگهدار. خب گفتگو کردم با جناب آقای حسن رضایی پور، کارگزار با سابقه بازار سرمایه که آشنایی خوبی هم با بورس کالا دارن و از کارشناسان محترم بازار سرمایه.